سرخط خبرها پاکسازی ولسوالی های خوجغار و بنگی تخار از وجود جنگجویان گروه طالبان. طالبان 17 ولسوالی را تصرف کردن. ارتش طالب در هیچ جای حضور دروز ندارد. جنرال بسم الله محمدی به مردم در کنار نیروهای دفاعی قرار بگیرید، امکانات را فراهم میکنیم. و در اوج بحران در راه دوحه بدون غنی. باید خدا به که زیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر ویدیو با ما بوده و ویدیو را لایک و چینل را سابسکرایب کنید. پاکسازی ولسوالی های خوجغار و بنگی تخار از وجود جنگجویان گروه طالبان. نیروهای امنیتی با خیزش مردمی ولسوالی خوجغار و بنگی را از وجود طالبان پاکسازی کردند. با گزارش اسپوتنیک نیروهای امنیتی با خیزش مردمی ولسوالی های خوجغار و بنگی را از وجود طالبان پاکسازی کردند و به طالبان در ولسوالی چاآب تخار تلفات سنگین وارد کردند. بر پای این گزارش همچنان طالبان از ساحات غرب طالقان شکست خورده و در حال عقب نشینی اند. یادآوری میکنیم که در جریان چند روز گذشته جنگجویان گروه طالبان چندین ولسوالی در ولایت های شمال افغانستان را به تصرف خود در آورده بودند. طالبان 17 ولسوالی دیگر را تصرف کردند. ارتش طالب در هیچ جای حضور دروز ندارد. در پی 24 ساعت گذشته اداره 17 ولسوالی در 8 ولایت کشور از دست حکومت بیرون شده است. به گزارش سپوتنیک به نقل از آریانا نیوز. بر اساس گزارش یک عضو شورای ولایتی تخار، ولسوالی دشت قلعه، درقد، خوجغار، چال، نمک آب، ینگی قلعه و خوجه باهودین در این ولایت به تصرف طالبان در آمده است. ولسوالی خاشود در نیمروز که تازه آزاد شده بود نیز دوباره به تصرف طالبان در آمده است. در عین حال نیروهای دولتی از ولسوالی های دره صوف بالا در سمنگان، چار بلدک بلخ، دشت ارچی قندوز، خاوار لوگر، لولاش فاریاب و مینجگک فیض آباد و خانقا در جوزجان نیز بیرون شدند. محمد امیر خاکسار عضو مجلس نمایندگان تخار در این باره گفته است از شب گذشته تا اکنون ولسوالی نمکاب، چال، ینگی قلعه، خوجغار به دست طالبان سقوط کرده و نبرد شدید بالای ولسوالی دشت قلعه و درقد ادامه دارد. گل احمد نوزاد عضو دیگر مجلس نمایندگان ولایت نیمروز میگویند طالبان با یک صف‌آرایی خوب و یک تاکتیک جدید از نیمه های شب گذشته وارد خاشرود شدند و این ولسوالی را به دست گرفتند. در عین حال نیروهای امنیتی افغانستان نیز در نبرد با طالبان حدود 200 جنگجوی این گروه را از بین بردند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید ما در وضعیت جدید و نو داخل شدیم. در حالت شدت جنگ پیشوی و پسروی سقوط محسوب نمی شود. طالب در هیچ جای حضور دروز ندارد. بسم الله محمدی به مردم در کنار نیروهای دفاعی قرار بگیرید، امکانات را فراهم می کنیم. سرپرست وزارت دفاع افغانستان از مردم خواسته است تا در برابر طالبان بسیج شوند. به گزارش سپوتنیک استر جنرال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان بیان کرده است که این وزارت آماده است تا برای مردم برای مقابله با طالبان امکانات را فراهم کند. این خبر را قلوردی 209 شاهین به نشر رسانیده است. آقای محمدی گفته است از مردم وطن دوست خود می خواهم در هر جغرافیا و محلاتی که هستند در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار گیرند و ما آماده هستیم که تمام تسهیلات و امکانات را در اختیارتان قرار دهیم. قرار بود بسم الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت داخله گماشته شود، ولی در آخرین لحظات به سرپرستی وزارت دفاع ملی تعیین شد. غنی و دکتر عبدالله عبدالله روز جمعه راهی امریکا می شوند. کاخ سفید اعلام کرده است که قرار است اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی روز جمعه هفته جاری به واشنگتن سفر کنند. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آمریکا گفته است که غنی و عبدالله به تاریخ 25 جون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را دیدار خواهند کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته است.
سفر رهبران حکومت به امریکا در حال انجام می شود که روند خروجی نیروهای امریکایی از افغانستان 50% تکمیل شده است. همزمان در حالی که مذاکرات صلح تا اکنون نتیجه نداده است، خشونت و درگیری در کشور به شدت افزایش و طی روزهای اخیر ده ها ولسوالی به دست طالبان افتاده است. با این حال سخنگوی کاخ سفید گفته است که امریکا از روند صلح افغانستان حمایت می کند و همه طرف ها را برای شرکت در مذاکرات معنادار به هدف پایان درگیری تشویق خواهد کرد. او افزوده است که امریکا به حمایت از مردم افغانستان با ارائه کمک های دیپلماتیک، اقتصادی و انسانی متحد است تا از حقوق بشر از جمله زنان، دختران و اقلیت های افغانستان حمایت کنند. در اوج بحران، در راه دوحه بدون غنی. علی موسوی، خبرگزاری افاق. صلح به بن‌بست رسیده و جنگ تجدید شده است. این تنها واقعیت سیاسی امنیتی افغانستان در شرایط کنونی است. از سوی دیگر در جنگی که به نظر می رسید بی برنده باشد، یک طرف در حال پیشروی و طرف دیگر سرگرم عقب نشینی است. وضعیت که از نظر وزارت امور داخله دلیل بر شکست یا پیروزی نیست، با این حال دستیابی به اجرای حل سریع و زودبار به تردید می تواند از وقوع بزرگترین فاجعه جلوگیری کند. چیزی که به نظر می رسد بار دیگر از مسیر دوحه در حال پیگیری است، اما بدون حضور مستقیم اشرف غنی. انتظار می رود آیت بلندپایی از افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله برای گفتگو با رهبران طالبان اواخر هفته جاری به پایتخت قطر بروند. منابع به دولت بی بی سی گفتند که هنوز مشخص نیست که به نمایندگی از طالبان چه کسانی با این آیت دیدار خواهد کرد. چهره های سیاسی از جمله حامد کرزی، یونس قانونی، کریم خلیلی، عنایت الله بابرفرحمن و اکرم اخبلواق اعضای این آیت هستند که قرار است اواخر هفته دیدار کنند. قرار بود این آیت روز شنبه 29 جوزا عازم قطر شود، اما بحث در مورد صلاحیت های آنان در گفتگو با طالبان و سطح شرکت کنندگان به نمایندگی از طالبان باعث تاخیر آنها شد. حامد کرزی حالا معذب شده تا در دیدار با اشرف غنی روی صلاحیت های این آیت گفتگو کند. سفر این آیت بخش از توافقات است که در جریان سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و پاکستان و بریتانیا در دوم ماه می به کابل انجام شده بود. این که در پشت پرده چی می‌گذرد به درستی مشخص نیست، اما وضعیت عمیقا ناامید کننده است و این همان چیز است که امکان دارد آقای غنی را مجبور به ایتای امتیازهای بزرگتر به طالبان و عامیان اصلی آن از جمله پاکستان و بریتانیا کند. این که دیگر پاکستان و بریتانیا در متن و محور یک تحول بزرگ سیاسی و امنیتی در افغانستان قرار گرفتند.